سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در روزهای گذشته یک سند از سوی مخالفان حکومت بشار اسد در رسانه ها منتشر شده که نشان می گروهک تروریستی منافقین در جنگ داعش با ملت های منطقه در حوزه اطلاعاتی به داعش خدمت رسانی کردن آدقت کردین چی شد؟ یه سند مخالفای بشار اسد منتشر کردن که اینو نشون میده برگردیم به چند سال پیش دقیق میخوام به شما بگم برگردیم به دو سال پیش من برنامه به شما ارائه دادم در اون برنامه درباره این صحبت کردیم که گروهک منافقین در نبرد سوریه ایفای نقش داشته است در عراق ایفای نقش داشته ببین ما سند پنها نداشتیم ما اومدیم بررسی کردیم رفتار گروه منافقین رو و چیزهایی که در میدان اتفاق افتاده سالها گذشته مخالفان بشار اسد اومدن گزارش رو دادن گفتن فلان فرمانده میدانی همسو با ایران رو با کمک اینا زدیم بریم یک دور اون چیزهایی که قبلا میگفتیم رو با هم مرور کنیم بعد میرسیم به این گزارش داعش نزدیک بغداد میشه و اعلام هم میکنه میگه آقا سیزده رجبی که در پیش هست ما در نجف خواهیم بود به همه داریم اعلام میکنیم قرار میشه اطلاعاتی رو درباره روش ورود به بغداد و راه های خاص ورود به بغداد در اختیار اینها قرار داده بشه از سوی چه کسانی از گروه از سوی گروه که منافقین گروه که منافقین یه حرکتی میزنه اینها و نیروهای همسو با داعش رو به عنوان اشایر عراق معرفی میکنه یعنی توی اخبارشون همه میگفتن داعش اینا میگفتن اشایر عراق آخه تو سوریه طرف داره جنایت میکنه صدامی صد صدام صد زاده چجوری به اینا برمیگره میگی اشایر عراق نه دیگه حالا فعلا میخواد ببینه باش میتونه کارو ببنده یا نه زمانی که با داعش اینها رو مطرح میکنن چالش هایی برای اینها به وجود میاد که میریم جلوتر بهش میپردازم این چالش ها باعث میشود که اینها ادبیات خودشون رو با داعش متفاوت بکنن و از کلمه داعش و گروه های تروریستی استفاده کنن هرچند بعدتر همکاری های بین اینها شکل میگیرد به شیوه که الان بعضی ها درباره این صحبت میکنن که گروه ها که منافقین در هدایت داعش در همکاری به اینکه بهش راه یاد بده بهش بگه چیکار باید بکنه در عملیات مجلس ایران ایفای نقش داشته برگردیم به گزارش خودم مجلس ایران هم میرسیم تصویری در رسانه های گروهک و منافقین منتشر میشه در اوج درگیری های داعش و گروه های تروریستی با ارتش سوریه و حکومت سوریه توی این تصویر شما مخالفین بشار اسد و تروریست ها رو مشاهده میکردین در حالی که نشسته بودن روی زمین در حال صحبت کرده اونم با دوربین کمی بعدتر فیلم های این تصویر منتشر میشه در حالی که تصویر بسته و کات خورده نبوده مشخص میشه جنازه هایی در مقابل اینها در روی زمین بوده اینها در حالی که محتوا رو برای گروهک منافقین میفرستادن و اون به عنوان مثلا نیروی رسانه خودش در بین مسلحین منتشر میکرده کامل در جریان و همراه با جنایت اینها بوده نیرو برمیدارن میبرن تو فرانسه میبرن توی آلبانی در جهت راه انداختن دفتر در سوریه همه اینها رو گروهک که منافقین با اینا همکاری میکنه و به اینها یاد میده و نکته جالبتر اینجا هست یک خبری در یک بازه زمانی در سوریه منتشر میشه عده با لباس نیروهای ایرانی به سمت خانه های مردم تیراندازی کردن آقا چنین چیزی چطور ممکنه ما داشتیم که اینها در سوریه و عراق نه در جنگ با داعش برای اینکه رفتن مینهایی که در نزدیک منطقه مسکونی بوده خونسا بکنن شهید شدن اصلا به اینا ربطی نداشته اصلا ایران نیست اینجا سرزمین مال یه جای دیگه یه. به تو چه ربطی داره بذار یه کسی بعد از جنگ پیدا میشه یه کاری میکنه برای اینه دیگه تو آب با داعش به جنگ تو با فلانجا به نه نزدیک منطقه مسکونی ما رشادت هایی از این جنس به جهت حفظ جان مردم زیاد داشتیم پس این فیلمی که این ادعایی که مطرح کردن درباره اینکه که ایرانی ها شلی کردن به سمت منازل مسکونی از کجا در اومد؟ داعشی ها نبودن. سازمان منافقینی ها بودن که این کارو میکردن بعد با صدای فارسی فریاد میزدن طرف نگاه میکرد میگفت اینا ایرانی ها. با همه توانش هم در حوزه اطلاعاتی هم در حوزه های دیگر در میدان در سوریه حضور داشته اینکه شما میدیدین ادعی در فضای فارسی زبان فریاد میزدن از جریان غرب و از گروه های از این دست که آقا در سوریه چه میکنیم در فلانجا چه کار میکنیم در فلانجا چرا حضور داریم رفیقای فارسی زمانشون اونجا در حال ایفای نقش بودن اینا در فضای رسانه تلاش میکردن غیر مستقیم از کسانی که در مقابل صدامی های فارسی زبان هستن اعتبار زدایی بکنن اینا در حال اتفاق افتادن بوده خب ما برنامه‌هایی به شما ارائه دادیم همین ها رو توضیح دادیم اگر کسی نگاه میکرد و اگر کسی به ما اعتماد نداشت میگفت یا متوهم من یا دارن دروغ میگن یا دارن یه تهمتی به این بدبختا میزنن که اصلا به اینا ربطی نداره الان این سند همه چیز را متفاوتتر کرده میخوایم بریم سند رو با هم دیگه بخونیم ببینیم که چه چیزهایی درباره همکاری لشکر فارسی زبان صدام با داعشی ها گفته ابتدا اومده به این اشاره کرده گفته که نیروهای مقاومت یک فرمانده رو در عراق داشتن ببخشید در سوریه که این فرمانده به شدت برای رژیم صهیونیستی چالش برانگیز بوده و رژیم دوست داشته که ایشان یعنی شهید مصطفی بدرالدین در سوریه به شهادت برسه یکی از موثرترین نیروهای حزب الله لبنان در حوزه نظامی که صهیونیستا به شدت ازش وحشت داشتن میگه اون اتفاقی که رخ میده این بوده که عملیاتی صورت میگیره به شکل دقیقی به طوری که انگار کامل اشراف داشتن ایشان کجا هست محل حضور ایشان مورد هدف قرار میگیره نکته کجا است؟ میگه اسنادی که منتشر شده نشان میده که که منافقین اطلاعات مربوط به این فرمانده رو در اختیار داعشی ها قرار داده داعشی ها با واسطه این عملیات رو انجام دادن میخوایم بخشی از سندی که منتشر شده از سوی مخالفین بشار اسد و در رسانه های مختلف از جمله رسانه های فارسی زبان منتشر شده رو با هم بررسی بکنیم ببینیم که در این خصوص چه چیزهایی مطرح شده گفته که قبلا گمان های مطرح بوده درباره نقش منافقین در جمعآوری اطلاعات جاسوسی تلفنی انتقال پول و حتی کمک به جذب و اعزام نیرو برای تکفیری ها اما این سند به سراحت نشان میدهد که داعش و منافقین همکاری جدی در سطح بالایی برای ترور فرمانده های مقاومت در سوریه داشتند یعنی بچههایی که رفته بودن با داعش بجنگن با گروه های تروریستی بجنگن داعش تلاش میکرده اینها رو حذف کنه به اطلاعات اینها دست پیدا بکنه بخشش از طریق سازمان منافقین بوده یه چیز عجیب هم من به شما بگم اینو امروز الان که من دارم با شما مطرح میکنم تو هیچ رسانه گفته نشده تو هیچ رسانه الان این بحث نیست خیلی ها هم ممکنه بگن یا فلانی توهم زده یا داره چرت و پرت میگه اینم در سالهای آینده مطمئن باشید رسانه میشه گروهک که منافقین اخیرا به شکل واضحی ارتباطش با گروه های تروریستی در سیستان و بلوچستان عیان شده بعضی از کسایی که بازداشت کردن در سیستان و بلوچستان یا هسته های تروریستی که متلاشی شدن به اینا رب داشتن مثل اینکه ماجرا هم از طریق همین کیسه و این چیزا لو رفته زمانی که داعش در عراق و سوریه عملیات میکرده اینها برای انتقال نیرو از بین اهل سنت ایران به عراق و سوریه جهت کمک به داعش داشتن کار میکردن رفته تو فضای فارسی ببین ببین بیشرفا رو ببینید اینا دیگه کیان رفتن تو فضای فارسی زبان گیر آوردن اهل سنت ما رو اهل سنتی که بچه‌هاشون یه سریاشون رفتن توی عراق و سوریه مردانه با داعش جنگیدن مدافعان حرم اهل سنت ما زیاد داشتیم اسمشون معلوم حضور زنه ندارم اگر سرچ بکنید مدافع حرم اهل سنت توی فضای وب هست عکسشون میاد عمر اگر اشتباه نکنم یکی از این شهدا است من خلاصه حرفم اینه این میرفته نگاه میکرده ببینه از بین اهل سنت کدوم افراد رو میتونه پیدا بکنه توی فضای فارسی زبان منطق داعش رو به اینا بخورونه به اینا توضیح بده این منطقه خوبه بعد اینا رو بردار ببره سوریه بریم گزارش بخونیم بریم ادامه گزارش رو بخونیم ببینیم با چه جرسومه های طرف هستیم در ادامه اومده به یک نکته اشاره کرده گفته که عناصر بحثی ارتباطات خوبی با گروهی که منافقین داشتن اینها با فرمانده های داعش هم ارتباط میگیرن خب بخشی از اینها در بدنه ارتش عراق هم بودن در سقوط موسل هم به شدت ایفای نقش داشتن و باعث شدن یک کار تاریخی رقم بخوره با سرعت بسیار زیاد و عجیب و غریب یه دفعه به اصطلاح خودمون داعش تبدیل بشه به یک ارتشی که حالا تانک داره خودروی زرهی داره نمیدونم سلاح نمیدونم فلان داره چرا چون مستقر شد و موفق شد بعد یک شهر با موقعیت بسیار خاص مسلط بشه با کمک چه کسانی بخشی از خائنین در ارتش عراق کسانی که از بازمانده های دوره صدام بودن میگه اینا ارتباط داشتن با گروهک که منافقین و اطلاعات از طریق اینها به گروه که به داعش منتقل می شده منافقین از طریق شنود بیستیم تخلیه تلفنی و اطلاعات مرکز نظامی و فرماندهان محور مقاومت در عراق و سوریه با داعش ارتباط داشتن این ارتباطات رو این اطلاعات رو جمع وری میکردن به داعش میدادن و حتی میگه به س ارائه دادن این چیزی که اینجا گفته خیلی قابل تعامل رسانه مخالف بشار گفته اینا رو حتی به صهیونیستم ارائه دادن میگه حتی مستندات وجود دارد که نشان میدهد به اصطلاح خودمون اینها در ارائه اطلاعات مربوط به عملیات هایی که در سال 2011 علیه نیروهای مقاومت اتفاق افتاده ای فای نقش کردن قبل از اینکه این بخش عملیات ها رو من برای شما توضیح بدم یه چیزی رو باید یادآوری آقا سال 96 یادتون هست عملیاتی در مجلس ایران اتفاق افتاد خب همه اعلام کردن گفتن عملیاتی که در مجلس ایران اتفاق افتاده بوده کار داعش بوده خبرگزاری های فارسی زبان چند روز پیش اومدن تصاویر منتشر کردن از اسکرین چت های یک نفر که این نزدیک بوده به یکی از نماینده های سابق مجلس اطلاعات ورود مجلس رو این فرد در اختیار منافقین قرار داده اسکرین چتاش از طرفم بازش کردن من سوالم اینه مگه 96 ما نگفتیم حمله کرده به مجلس آقا چجوری یا مثلا پاپوش درست کردی یا اسکای ما رو گرفتی یا یه بدبختی رو رفتی گیر آوردی که حالا ما اصلا اسمی هم چیزی هم ازش تو رسانه منتشر نشد مشخص نبوده کی بوده این فرد ولی گفتن صرفا حالا از نزدیکان یکی از نماینده یه زبون بسته ای رو گیر آوردی یه چتی هم ساختی این حرفا رو زدی اما همچین چیزی میتونه باشه دیگه والا ساز و منافقین کجای داستانه داعش حمله کرده به ساز و منافقین نه نقشه ای که برای حضور در مجلس ایران در اختیار داعش قرار گرفته بود رو سازمان منافقین در اختیار اینا قرار داده اینا تو فضای فارس زبان آدم دارن برشون اهل سنت و کسانی دیگر رو با تفکر داعش بره تلاش بکنه همراه بکنه چیز عجیبی نیست ولی به جهت حضور در یک مرکز اطلاعاتی به جهت حضور در یک مرکز خاص به جهت حضور در مجلس ایران آدم که ندارن بتونه کار بکنه که سازمان منافقین ارتباط گیری انجام میداده نفوذ میکرده با طرف سعی میکرده صحبت بکنه طرف رو خرش بکنه طرف رو همراهش بکنه یه خائن یه بیشرفی هم پیدا میشه در این کارا میکرده دیگه اطلاعات رو با واسطه اون در اختیار اینها قرار میداده و عملیات رو که انجام دادن در مجلس ایران با محوریت اینا انجام شد حالا طرف اگه میرفته مثلا توی مجلس از اون قهرمان هایی که جلو در مجلس بودن از اون شهدایی که خیلی حالا همون نمایندای غربگرای اون دوره هم کم به اینا فوش نمیدادن تیکه نمیداختن از اونا اگه عبور میکرد میرفت توی صحنه مجلس میخواست همون نماینده ها و به اصطلاح خودمون اطرافیان این افراد رو به رگبار ببنده ها طرف داشته همکاری میکرد با داعش و به واسطه منافقین برای همچین چیزی در ماجرای مجلس هم اینا با داعش همکاری داشتن ادامش رو با هم ببینیم گفته که یکی از خروجی های مرکز مطالعاتی مربوط معارضان سوری به همین اشاره کرده و سریح عبارت مقاومت ایرانی رو به عنوان منبع اطلاعاتی قید شده از سوی منافقین مورد اشاره قرار داده گفته که این مرکز اطلاعاتی در سال 2011 همزمان با شروع جنگ سوریه کار خودش رو آغاز کرده دو تا دفتر اصلی در آمریکا داره بعد میگه تشکیل شده طبق ادعای خودش از صدها هزار نفر از پنجاه کشور دنیا که اینا در حوزه اطلاعاتی دارن کارش میکنن پژوهشگرن دارن کمکش میکنن تحلیلگرن و چیزهای از این دست میگه تو فضای فارس زبانم آدم داشته اون بخشی که داشته همکاری میکرده به جهت شرارت علیه ایران و به جهت خدمت به داعش منافقین بودن ادامه رو با هم ببینیم در ادامه اشاره کرده به اینکه اینها در عملیاتی که علیه شهید بدرالدین از فرماندهان حزب الله اتفاق افتاده با ارائه اطلاعات این شهید به داعشی ها به جهت عملیات علیه ایران ایفای نقش کردن من طول میکنم. این تریش نمی کنم این بخشی از آن چیزی که در رسانه منتشر شده درباره ایفای نقش یک لشکر فارسی زبان در عراق و سوریه در کنار داش. آقا یه جایی هست شما میگه یکی رفته مثلا تو سوریه چهار تا تیری انداخته یا تو پاکستان یه کاری کرده یا رفته تو افغانستان این تا حدودش قابل مثلا فهمه من بحثی رو ولی ما وقتی داریم درباره سوریه و عراق سالهای قبل صحبت میکنیم یه طرف داستان داعش بوده و این داشته کار اطلاعاتی برای اونها میکرده و کار اطلاعاتی که انجام میداده است از این جنس بوده که منجر بشه به کشتن کسانی که میخواهند از ادامه تداوم جنایات داعش در منطقه جلوگیری بکنند ما وقتی از این لشکر صحبت میکنیم از جرسومه های صحبت میکنیم که خودشان را در خیانت به میهن و در دشمنی با ایران وقف کردن صدام بوده اینا رفتن لشکر شدن بن سلمان بوده رفتن لشکر شدن داعش داعش میخواسته در عراق و سوریه کاری بکنه اینا امید داشتن شاید مثلا چهار تا ایرانی هم توش کشته بشن رفتن توش نقش داشتن بی همه چیزها البته این روسا به پایان راه رسیدن به یاری حضرت الله به زودی اخبار خاص حیرت آور و مهمی درباره آنها در ها منتشر خواهد شد طولانی ترش نمی کنم. اگر نکته داشتین حتما در قالب ایام برای ما بفرستین کمک بکنید که این گزارش با پیام های شما کامل تر بشه. ایران در طول سالهای اخیر خائن کم نداشته دشمنانی که رفتن با دشمنان کمربستهش یکی شدن متحد شدن برای اینکه این کشور رو زمین بزنن کم نداشته هیچ وقت هم البته به چالش کشیده نشده با وجود همه اینها چرا چون وفادارانی داشته ایران مردمانی داشته ایران انسانهایی داشته که با همه ی وجود پاش و در این مرحله از بازی این انسان ها یاران وفاداری هم داشتند که اونها هم در ایستادن در کنار ایران و در این که خونهایشان در یک هدف مشترک با ایرانی ها ریخته بشود در هم آمیخته بشود کم نگذاشتن این رازی هست که ایران را از همه این فرازنشیب ها با وجود همه این خواهن ها و بیشرف ها در این سال ها عبور داده نکته دیگه ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر